بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 12 اردیبهشت ماه 1401 هست، مصادف با 12 اردیبهشت که روز معلم هم هست، حالا میتونیم بگیم روز دانشجو هم هست، چون معلم بدون دانشجو بدون معلم موضوعیت نداره. قرار بود امروز تعطیل باشه که ما هم پیشاپیش روزش میطلبیم، برنامه هم که خودمون داشتیم، حتی اول به بچه ها گفتیم برن، ما هم بهشون میپیوندیم. مصادف با 11 جلسه درس مکانیک سیارات هست که در خدمت عزیزان هستیم. جلسه قبل شاید مهمترین مبحث مکانیک سیارات رو که الیمنتاری فلوید داینامیک بود رو پی گرفتیم و امروز میخواییم یک اشاره گذرا به مطالب جلسه قبل داشته باشیم و بعد به این سوال پاسخ بدیم که تفاوت دیگر کتاب آقای مانسون با کتاب آقای وایت، کتاب آقای استریتر، کتاب آقای مکدونالد چی هست. خاطرم هست یه سوالی رو توی یکی از این درس‌های کارشناسی ارشد که خیلی ارتباط با مکانیک سیالات داره شروع کردم و اون سوال منجر به تولید 8 جلسه ساعته شد. سوال چی بود؟ سوال این بود که اگر چنانچه یه ضعفی داشته باشی تو یک ترازی مثل این ترازی که الان داخلش هست آب باشه یا یه سیالی باشه، یا اینجا امروز داخل این آب نیست، داخل این ترکیب عرب نسترن رو بیدیم که به مقداری هم خاکشین هم توش ریخته شده، به یه منظور دیگری آورده بودمش امروز، ولی خب دوست دارم اشاره به همون مسئله 8 جلسه ای هم با سوال بکنم. اگر ته ظرف یا در جداره ظرف یه سوراخ بکنیم چطور میشه؟ شروع میکن تخلیه میشه، همه همون منکرش نیستیم که شروع میشه تخلیه میشه. میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که اگر ته ظرف یا جداره ظرف سوراخ بکنیم مدت زمانی که این تخلیه میشه چقدر؟ یادر به ارام اگر چنچه بخواهی یه مقدار عملی تر به قضیه نگاه بکنید، دارید حرکت میکنید، پاک بنزینتون تمام میشه، و میشه کنار بیابون یا کنار خیابون تقاضای بنزین میکنید، یکی یه گالون بنزین بهتون میده، میخواد شروع بکنید چیکار کنید؟ و یه سازوکاری بنزین از توی ظرفی که بهتون قرض دادن خالیش کنید دو باکتون، چیکار کنید؟ مکانیک سیارات اینجا چیجور کمکی میتونه بهتون بکنید که چجوری از این ظرف که توش بنزین هست بردارید، برسید تو این ظرفی که با که ماشینتون هست و بنزینتون تموم شده گرفتار شدید، میخواد ببینید مکانیک سیارات بهتون چی کمک میکنه. امروز من برای یه هدف دیگری این رو بردم که قسمت دوم جلسه هست و دو جلسه که از دست دادیم کاربرد قانون ارشمیدس در تعیین دنسیته سیاراتی که مواد معلق درشون. اگر چنانچه من حالا برای که آمادگی ایجاد بکنم که دوستان چیز کنن شروع کنم این رو تکونش بدم، این در واقع میتونید تصور بکنید که اینها لای هستن، اینها رست هستن داخل آن، و هدف شما این است که این ذرات رای و رست رو که خیلی دیرتر از این طول میکشه تو دهنشین بکنین، اینا چون دونوی دروش هستن دهنشین میکنن، برای لایه های لای و رست که از علک 200 عبور میکنن مدت ها طول میکشه تو اینا تخلیه بشه، تو اینجا یه استوانه پر میکنن از مواد رست و لای هم داخل یک سیاری مخلوط کاملش میکنن و بعد یه هیدرومتری هم میدازن داخلش و شروع میکنن با استفاده از درجه بندی هیدرومتر اقدام به دانه بندی
موادی میکنند که از علک 200 عبور کرد. تمام اینها کاربردهای قانون ارشمیدس هست که تو جلسه رو از دست دادیم. آقای من سجادی حضور داشتن تو جلسه که از دست دادیم و تا حدودی با کلیت حالا از دست دادیم، یعنی میگم خود فایل صوتی تصویرش از بین رفت. برگردیم به سال اولی، یه ظرفی داریم، ته ظرف به جداره ظرف رو سوراخ میکنیم، آب شروع میکنه با فواره میزنه بیرون و میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که مدت زمانی که طول میشه که آب داخل این ظرف تخلیه میشه چقدر. 8 جلسه 2 ساعته روی گذاشته شده و آخر کار هم رفتش داده به روندیابی سیلاب و مخزن که برای درایه اتفاق مخزن مورد استفاده قرار میگیره. یه جمله هست که مربوط به این بحثای امروز من هست، من دوست دارم این جمله رو تابلو بنویسم و توضیحات تکمیلی رو خدمتتون بدم. این جمله این هست: The most used and the most abused equation in fluid mechanics. چون این جلسات بعضن دیگه مثل اینکه میمونه توی آپارات و فوراور اگر فقط آپارات رو حذفش بکنن، بنابراین ارزشمنده که مقدار ما در رابطه جمله‌ای که اینجا صحبت نوشتیمش صحبت بکنیم و ببینیم این حرفایی که جلسه گذشته زدیم چجوری به جمله مربوط میشه. The most used and the most abused. چی؟ Equation in fluid mechanics. معادله که بیشترین استفاده و بیشترین سوء استفاده ازش رو میکنه که سیار شده، معادله هست که جلسه قبل رایش کرد. چی بود این معادله؟ معادله اینجوری بود که اگر چنانچه خصوص جریان باشم، و گفتیم هم که خطوط جریان خطوطی هستن که هر نقطه از خط جریان رو در نظر بگیریم سرعت در نقطه مماس بر خط جریانه، یعنی فقط اگر چنانچه این خطوط رو بذاریم S V هستش مقدار V ضرب در یونیت وکتور علام S، یعنی که معرفی در جهت N نداره. این هم N هست. یه سیستم متصاد هست استراحاً بهش میگن Streamline Coordinate System. تو درس میخوانید خواهد هم شما با یک مفهومی آشنا میشید تحت عنوان فلونت. Potential Function و Stream Function. Streamline Coordinate System. ما این استریم‌لاین کوردینت سیستم رو در کنار کارتزیان کوردینت سیستم، سیلیندریکال کوردینت سیستم، اسفیریکال کوردینت سیستم میذاریم و میگیم محاسن هر کدوم از اینها چی هست. توی کارتزیان کوردینت سیستم و سیلیندریکال کوردینت سیستم و اسفیریکال کوردینت سیستم که چهار تا الان اینجا شما سیستم مختصات دارید، هر مسئله ای که بهتون میدن
اون مسئله دیکته میکنه که از چی استفاده کنید. ما توی لینیر ترانسلیشن از این استفاده کردیم، حیاتون باشه، ریجید بادی موشن. موقعی که آمدیم تو پیور روتیشن، اومدیم از سیلیندریکال استفاده کردیم. اگه چنس رو به نقطه رو کره زمین تثبیت بکنیم، از سفیریکال کوردینت سیستم استفاده میکنیم برای تثبیت یک نقطه روی کره زمین. حالا تفاوت بین اینها تا اونجا که به میدان سرعت مربوط میشه چی هست؟ من از اون به اصطلاح تابلوترینش اگر شروع کنم، این کارتیزیان کوردینت سیستم هست که همگی باهاش آشنا هستن. بردار سرعت برای یک میدان جریان سه‌بعدی در کارتیزیان کوردینت سیستم سه تا معرفه داره. یک ویه ایکس داره در جهت محور آی ایکس، یه دونه ویه وای داره در جهت محور جی، و یه دونه هم ویه زد داره در جهت محور که. بعض اوقات تو بعض از مراجع ویه ایکس رو به یو، ویه وای رو به ویه کوچی، و ویه زد به اومگا نشون میدن. یعنی عملا تو بعض از مراجع به جایی که اینجوری نشون بدن، میگن یو در جهت X به اضافه B در جهت J به اضافه اومگا در جهت این نمایش بردار سرعت هست در یک سیستم مختصات کارتزیان. توی سیلیندریکال کوردینت سیستم عملا بردار سرعت یه تابعی از آر و تتا و زد، همطور که تو پیور روتیشن هم دیدید این به همین صورت هم شده دید. بعد این میشه بی آر در جهت آر به اضافه بی تتا در جهت تتا به اضافه بی زد در جهت باز میبینید توی سیستم سیلیندریکال هم بردار سرعت سه تا معرفه داریم. توی اسفیریکال کوردینت سیستم ما از یک فاصله استفاده میکنیم و دو تا زاویه آلفا و بتا. مثلا یه نقطه که میخوام رو کره زمین مشخص بکنیم، البته همه این نقاطی که رو کره زمین هستن اگر مین رادیوس بگیریم همه شنهارشون یکسانه، ولی اگر پستی بلندی زمین رو هم بخواهیم لحاظ بکنیم، هر نقطه تا مرکز کره زمین هاش فرق داره. آلفا می شود طول جغرافیایی، زاویه‌ای که صفحه عبوری از نقطه با نصف نهار گرینویچ می سازه، و بتا هم میشه زاویه‌ای که صفحه عبوری از نقطه با خط با صفحه استوا می سازه. آلفا طول جغرافیایی، بتا عرض جغرافیایی. باز همین هم اگر چنانچه بخواهی شروع کنید به صورت نمادی بخواهی بنویسید، باید بنویسید وی آر در جهت آر به اضافه وی آلفا در جهت بردار واحد آلفا به اضافه وی بتا در جهت بردار واحد. ویژگی و حسن استرینگ در این کوردینت سیستم، یعنی سیستمی که اینجا داریم، در ضمن دقت بکنید که تمام اینها، این یکی که سه تا فاصله هست، این یکی که دو تا فاصله هست، این یکی که یک فاصله هست، محوری که نمایش دهنده فاصله هستن همه مستقیم. برای اینا سه تا، این X و Y Z، این R و Z و این هم R، هر سه تاش مستقیم. ولی توی این اگر چنانچه من بخوام V رو نمایش بدم از نظر مکانی، باید بگم N. حالا این N عملا دیگه موضوعیت نداره، فقط باید بگم S کافیه، دیگه نمیخواد دیگه N هم براش بذارم، چون V فقط به S بستگی داره. حالا اگر یکی هم رفت N رو هم گذاشت اشکالی نداره، ولی بعد یادش باشه که
این بردار سرعت منحصراً در راستای محور S. خب نگاه کنید، من جلسه قبل یه اشاره به این مسابقه‌ای که تو زندگی داریم کردم. تمام این سیستم‌ها سه تا معلفه دارن، منتها حسنشون این هست که این محورهای نمایش دهنده فاصله مستوی هستن، ولی این یه معلفه داره. ولی عیبش این هست که سیستم‌های نمایش دهنده مختصات کرویلینیر هستن، منحنی هستن، و همین حسن استریم و کورنر سیستم هست. حالا چیزی که ما جلسه قبل ثابت کردیم و امروز میخوایم بگیم چرا مستیوز هست و میس ابسیوز هست یا میسیوز هست چه هست، این بود که گفتیم اگر چنانچه ما روی خط جریان دو تا نقطه بگیریم، مثلا این نقطه A، این هم نقطه B، جلسه قبل نشون دادیم که مجموع پتانسیل انرژی و کینتیک انرژی و استرین انرژی ناشی از فشار برای این نقطه با کمیت های مشابه برای نقطه برابر، یعنی چی؟ یعنی P روی گاما به اضافه Z به اضافه V2 روی 2G یه مقدار ثابتیه. اصطلاحاً به این میگن معادله برنولی، برنولی اکویژن علاوه بر S میگن P الان به استریم لاین. الان به استریم لاینش مهم هست که در واقع یکی از فرضیات محدود کننده این معادله هست. من هم میخوام به این سوال اول پاسخ بدم که چرا این معادله بیشتری سوء استفاده ازش شده. این معادله که اینجا ملاحظه می‌کنی چه ردش بیشتری سوء استفاده شده؟ این معادله که ما به دست آوردیم که میگه مجموع پتانسیل انرژی و کینتیک انرژی و استرین انرژی ناشی از میدان فشار یه مقدار ثابتیه، چهار تا فرض داره. این فرض‌ها رو من با صدای بلند می‌نویسم اینجا. فرض اولش این هست که سیال ما غیر استاتیکه، بینیسی این بیسی فلوید آن من صد جایی به مجردی که میگم این بیسی فلوید یه سوال تو ذهن شکل میگیره، میگه آیا بدینی حالا اگر چنانچه سیالی استکاک داشت من خواستم از بیرونی استفاده بکنم تحت چه شرایطی میتونم از بیرون استفاده کنم؟ گرادیان سرعت نداشتیم. اون که گرادیان سرعت داریم، این تو میشه گرادیان سرعت نداشته باشه. خب دیگه الان اگه سیالمون لذت هم داشته باشه باعث میشه که تنش بارشی داشته باشیم. یه جور دیگه میخوام به این سوال پاسخ بدم که خیلی مهمه. میخوام بهتون بگم پیامن ناشی از فرض غیر اصطکاکی بودن جریان این هست که این دو تا نقطه‌ای که شما می‌گیرید که برید این معادله رو بین دو نقطه بنویسید خیلی نمی‌تونن دور از هم باشن. باید این دو تا نقطه رو نزدیک هم انتخاب کنید. اگه این دو تا نقطه رو رفتید دور از هم انتخاب کردید دیگه نمی‌تونید فرض کنید جریانتون سیارتون غیر اصطکاکی. پس پیامد ناشی از غیر اصطکاکی فرض کردنه فلوفیل یا سریال این از این دو تا نقطه که میخواد معادله برنولی رو براش بنویسیم خیلی دور از هم نمیشه، باید نزدیک هم بگیریم. این فرض اول که خب دیدید پیامد ناشی از فرض هم خیلی زیاد بود. موقع بخواستیم پیکر آزاد در نظر بگیریم تو پیکر آزاد چی رو نمیذاشتیم؟ نیروی برشی رو
نیروی برشی حضور نداشتن، نه به خاطر اینکه گرادیان سرعت بود یا نبود، گرادیان سرعت هست چون سرعت در نقطه و سرعت در نقطه فرق میکنه. به این دلیل ما روی پیکره آزاد نیروی برشی رو نمیذاشتیم که میوزه بود. این رابطه را اگر چنانچه به یاد بیاری تاو به دو دلیل ما میتونیم برش در سیارات داشته باشیم، یعنی دو تا عامل منجر به تولید برش در سیارات میشن، یک لزجت، دو گرادیان سرعت. حالا شما میتونید گرادیان سرعت داشته باشی ولی میونتون صفر باشه، اصطلاحا میگن به این سیار غیر اصطکاکی، تاو صفر باشه. میتونی میون داشته باشی ولی گرادیان سرعت صفر باشه، باز تنشی برشی صفره. مثل مثلا تو ریجید بادی موشن یا سیارات در حال سکون گرادیان سرعت نداریم، علاقه رو که میون داریم، یعنی حتی در اثر هم که تابلو به از نظر لزجت اگر در حال سکون باشه برش میشه وجود نمیاد. یه گزینه سومی هم هست که هم لذت داشته باشیم هم گرادیان داشته باشیم، دیگه اون موقع میشه حالت ای به اصطلاح ریل فلو، یه سیار واقعی. اگر چنانچه میخوای از این معادله سوء استفاده نکنی باید دو تا نقطه‌ای که انتخاب می‌کنید که معادله بینور رو بین دو تا نقطه بنویسید خیلی از هم دور نباشه، چون اگر از هم دور باشن دیگه شرط غیر اصطکاکی موجودیت داره. دو، در حین اثبات موقعی که می‌خواستیم دیوی به دیتی رو جایگزین کنیم گفتیم سیار باید جریان باید ماندگار باشه، استیدی باشه. حالا یک مفصل هم در رابطه با فلو کلاسیفیکیشن و فلو کلاسیفیکیشن هم صحبت های به هم داره، استیدی فلو. فلو موقعی که میگیم جریان ماندگاره یعنی چه شما از میدان جریان فیلم بگیری، چه از میدان جریان عکس بگیری، چه فیلم چه عکس اطلاعات اضافه به شما نمیده، هر لحظه ای که فیلم بگیری مثل عکس هست، یعنی عملا جریانی ماندگاره که هر اتریبیوتی بگیری مثلا اینجا پی بذار، اینجا وی بذار، اینجا رو بذار، اینجا تی بذار، هر چی اینجا بذاری تغییراتش نسبت زمان در نقطه صفر. یادتونم باشه شما از درس ریاضیات اول یا ریاضیات دوم یه نکته هم یاد گرفتید که موقعی که مشتق جزئی نسبت زمان میگیرید باید مکان رو چکار کنید؟ آقای مسجدی فریز کنید، یعنی مشتق جزئی که میخواید بگیرید نسبت به یک متغیر وابسته ای حتما باید زمان مکان رو فریز کنید. موقعی که میخواید مشتق مکانی بگیرید باید زمان رو فریز کنید. اینم دوباره فرضیش ممکنه آن من سجاد دوباره هم اینجا یه سوال بپرسه، ای همه را بدینیم این چه صحبتی که شما میگانید میگید اگر عکس بگیرید یا فیلم بگیرید عکس و فیلم بهتون اطلاع نده، چون برای این مسئله که میخوای حل بکنی در آینده که یا لینکش به همون میدی یا تابلو برامون حل میکنی این چه حرفی اگر سیار تا اینجا پر باشی اینجا رو سرو بخونی هر بار که عکس میگیره عکس بهتون اطلاع یکسان میده؟ نه، اول که عکس میگیره صدام اینجاست، بعد که عکس میگیره اینجاست. خب با چه شرطی میتونی جریان رو استیدی بگیری؟ خواهش کنم دقت بکنید، مثل اونجا که میگیم باید فاصله بدون نقطه کم باشه تا بتونید
سیار رو این نیستی بگیرید، اینجا باید یه سرطه برقرار باشه که بتونید جریان استدی بگیرید. اصلا ما بچه ها تو طبیعت جریان استدی نداریم، اینو بدونید. فرض میکنیم جریان استدی داریم، ولی برای که ما موقعی که سطح آب یا سطح عرق یا سطح عسل یا سطح واتبه تا اینجا هست، اینجا سوراخ میکنیم، میبینیم که سطح آب داره میافته، یعنی اکسیژن به ما اطلاعات متفاوتی میده. با چه شرطی میتونیم جریان را استدی بگیریم؟ یک سوراخ لیز باشه. ممکن هم از تجاری رو برس را تو فکر بکنم اگر سوراخ خیلی گشاد باشه چطور میشه؟ سریع تخلیه میشه و نمیتونید شما ماندگار بگیرید. ولی اگر سوراخ ریز باشه به تدریج شروع میکنه تخلیه میشه و شما میتونید توی اسنپشات استدی بگیرید، قانون رو در بیارید و شروع بکنید ازش استفاده کنید. البته آخر کار هم ممکنه آقای سجادی بگه خب اگر من رفتم برای حتی یه سوراخ ریز هم که بازم فیلم و عکس اطلاعات متفاوتی بهم میگه، رفتم زمان به دست آوردم، چجور میتونم بفهمم که این زمانه درست یا غلطه؟ بهترین گزینه این هست که کرونومتر زمان رو بخونید، این میشه مشاهده ما، بعد همون هم میشه شبیه‌سازی ما، این زمان مشاهده شده رو محاسب شده مقایسه بکنید ببینید خطاش چند ساعت میشه خطاش. تو از آزمایشگاه این کار میکنید، تو از آزمایشگاه یک از آزمایشگاهتون همین آزمایشگاه هیدرولیک. این هم فرض دوم. فرض سومی که میکنید و تو اثبات هم یه جایی لازمه این فرض رو بکنید این است که این دو تا نقطه ای که انتخاب میکنید که ایمان رو بنویسید باید در ابتدا یه خط جریان باشه. الان A سینگل استریم لاین من امروز یه مثال براتون میزنم و بعد این مثال رو به یه تناقض برخورد میکنم و بعد بهتون میگم بگید آقا این تناقض به خاطر چی تولید شده. حواستون باشه این مثالی که میزنم ببینید تناقض کجاست که به یه تناقض برخورد بکنیم و بعد بگیم اه نشد که بشه. این هم فرض سوم. فرض چهارم. فرض چهارم معادله برنولی که الان به استریم لاین هست این هست که سیال شما باید تراکم ناپذیر باشه. این کامپرسیبل
همه این کتاب هایی که براتون گفتم معادله برنولی رو یه رو میشناسن. میگن معادله برنولی که جلسه قبلم که سرپا خانم گلخندان نبودن، من برای که از یه دنیا ببرم تو توی دنیا آشنایی، گفتم تو سالی مکانیکس لطفا دقت بفرمایید، توی مکانیک جامدار مثل استاتیک یاد گرفتید که اگر یه گچی رو از اینجا رها بکنید به شرطی که نیروهای وارد بر این گچ همگی ابقایی باشن، مجموع پتانسیل انرژی کینتیک انرژی چطور میشه؟ ثابت. آیا آیا بدینیم میتونیم این حرفی که اینجا زدیم از توی اینم بکشیمش بیرون از توی رابطه؟ بله. برای سالید مکانیکس این وجود نداره، این غایبه تو سالید مکانیکس. بیای طرف این رابطه رو بدون این پیروی گاما زرد دبلیو کنی، میکنم ببینید چی دو میشه. دبلیو زرد زرد به اضافه این دبلیو رو امجی بنویسید با این میشه یک دوم ام بی دو مساوی با یه مقدار ثابت، چون دبلیو که داری برم زرد بشه ثابت. این چیه بچه ها؟ پتانسیل انرژی به اضافه کینتیک انرژی مساوی مقدار ثابت. این همان مطلبی هست که شما توی مکانیک جامدات خوندید که اگر نیروهای وارد بر یه جسمی همگی ابقایی باشن، کسی میتونه بگه نیروهای ابقایی چه نیروهایی هستن؟ نیروهای ابقایی نیروهایی هستند که کار انجام شده توسط اون نیروها به مسیر حرکت بستگی نداره. نیروهای ابقایی نیروهایی هستند که کار انجام شده توسط اون نیروها به مسیر حرکت بستگی نداره. اگر چنانچه کار انجام شده در اساس یک نیرو به مسیر حرکت بستگی داشته باشه، به اون نیرو دیگه نمیگن کانزرواتیو ابقایی، به اون نیرو میگن غیر ابقایی. مقاومت هوا در مقابل حرکت یک نیروی نن کانزرواتیو، اصطکاک یک نیروی نن کانزرواتیو، چون به مسیر حرکت بستگی. خب این هم واقعاً ارتباط بین مکانیک سیالات و مکانیک جامدات که همه تون تابلو براتون مجموع پتانسیل انرژی و کینتیک انرژی مقدار ثابت. تفاوت بین کتاب آقای مانسون و صد چند تا کتاب دیگه که بر شما دادم توی معادله برنولی در امتداد عمود برخط جریان، یعنی در امتداد دوباره من یه دور از این حدود جریان رو بکشم، یکی از خطوط جریان، این هم یکی دیگه از خطوط عمود و خطوط جریان که هر دوتاش به صورت غیر مستوی هست، و بعد پیکره آزادی که باید بکشن میشه این. از اینجا تا اینجا دیه اسه، از اینجا تا اینجا هم یک اس در این راستا اضافه میشه، این هم در این راستا. بعد اگر چنانچه من بخوام برای این پیکر آزاد ترسیم بکنم، باید به دو نوع نیرو فکر کنم، بادی فورس سرفیس فورس. بادی فورس من می شود این، سرفیس فورس من باید بیان روی این سطوحی که از سیار که داشت می کنم اثر سیار روش بذارم، این می شود پی به اضافه مشترک پی به اس
ضرب در دی اس دوم ضرب در دی ان، این یکی می شود پی منهای مشتق پی نسبت به اس ضرب در دی اس دوم ضرب در دی ان. این نیروهایی که در راستای اس باید روی پیکر آزاد بذارم، نیروهایی که در راستای این بذارم هم نداری، این می شود پی به اضافه مشتق پی نسبت به این ضرب دی این دوم ضرب دی اس همون برکار دو یکه، و این هم می شود پی آن مسئله چه منها چون که زدش پی منهای مشتق پی نسبت به این ضرب در دی این دوم ضرب در دی اس. ما جلسه گذشته رفتیم این رابطه رو نوشتیم، مجموع نیروها در جهت محور اس مساوی با جرم جس ضرب در شتابی که در جهت محور اس ایجاد میشه. آقای من سجادی یه سوال خیلی مهم میپرسید در جلسه قبل که ما هم جلسه قبل این سوال پاسخ دادیم. خیلی سوال به جای پرسیدن، پرسیدن گفتن چجوری که شما در جهت محور این سرعت نداری ولی در جهت محور این شتاب داری، و مفصل در سرگذشته پیرامون این سوال هم مطالبی گفته شد. مجموع نیروها هم در جهت محور این هستش گرم جس ضرب در شتابی در جهت محور این. یعنی عملا ایاد باشه ما گفتیم وی هستش مقدار بی در جهت اس، مثل همطور که برای دینامیک انجام دادیم که رفتیم شدار دست حال اینجا اس به جایی چیز هست. باید اینجا بگیم وی بی به وی تی می شود مقدار شتاب، و بعد هم از این که مشتق بگیریم می شود وی بی به دیه تی ضرب در یونیت وکتور الان اس به اضافه بعد باید بنویسیم وی دیه اس به دیه تی که بعد عملا باید دی اس بار دی تی رو هم تبدیل به این بکنیم، و عملا این اینجوری در آمد که شد دیه بی به بی تی در جهت اس به اضافه بی دو به آر ضرب در این. بعد گفتیم این می شود ای اس این می شود ای این، و خود خواهش کنم در من هم بفرمایید که این ای این همون آر اومگا دو هست، اگه اینجا بی به زد آر اومگا و به طرف سنتراف کرویچر. من یه لغت سنتراف کرویچر به کار بردم، دلم میخواد یه کمی بازش بکنم. یعنی خانم گلخندان متماس بپرسید چه که پیگل آزادی که اینجا بهش بیرون این نمیشید چرا پیگل آزادی که اینجا بشیدید، یا به عبارت دیگه چرا اینجا استینبرگان کرویچرشون به سمت بالاست
یعنی سنتر آف کروچر یه جای اینجا هست، ولی این سنتر آف کروچر سمت پایینه، برای خطوط S سنتر آف کروچر بکنم پایینه. یعنی اگر شما رفتی شروع کردی، حالا یا اینجا یا تو امتحان یا هر جای دیگه، یه شکلی اینجوری دادیم، گفتیم برید با قانون برنولی و در امداد خط جریان و در امداد عمود باید خط جریان به دست بیارید، حواستون باشه که اینجا جهت مثبت رو به سمت سنترال کروچر بگیرید، چون بیدوری ها به سمت سنترال کروچر مثبته. همیشه اون سنتریفیوگا اکسلریشن به سمت جانب مرکزه، یعنی اینجا اینو من مثبت گرفتم که بعد باعث شده این مثبت بشه این منفی بشه و بعد بیدوری ها هم به جایی میذارم مثبت بشه. اگر چنانچه آمدم این رو از این بری گرفتم، اینو باید منفی کنم، اینو باید مثبت کنم، بعدم بیدوری دوار هم مینما بذارم، چون بیدوری ها رو سمت سنترال کریا سنترال کریا چه مثبت. حواستون باشه که انتخاب این از این بر یا انتخاب این از این بر دو جا تأثیر میذاره روی کار شما، یکی روی این علامت مثبت منفی این، یکی هم رو علامت این که همیشه این به طرف مرکز. خب من اینو جلسه قبل ثابت کردم و امروز هم مفصل این مقدار رو صحبت کردم، the most used and the most abused equation in fluid mechanics. کتاب های مانسون جدا، وایت و مکدونالد و استریدل و فرانزینی اینا هم جدا، میگن معادله برنولی همینه دیگه، معادله برنولی الان در همون برخط جریان رو کارش ندارم. کتاب مانسون تفاوت و تمایز فاحشی که داره این هست که میگه معادله برنولی یکی نیست، دو تاست، یکی اونی که این هست الان دستین رنگ، یکی هم اینی که الان میخوام به دستش بیاریم اکراس دستیم در. خب من میخوام از این معادله استفاده کنم، به تدریج هم که میخوام به رای رای بشین جلو ببرم، میخوام شروع بکنم فرضیات معادله برنولی اکراس دستیم در رو بنویسم. همین الان که میخوام شروع کنم تو بگین بید اول شرط رو باید بنویسم که پیکر آزاد رو چه شرطی ترسیم کردم؟ انگلیسی، چون از نیروهای برشی خبری نیست، پس اول اولین فرض معادله برنولی اکراس دستریم رنگ انگلیسی فلوید، چون خبر از نیروهای برشی روی این پیکر آزاد نیست. خیلی بریم سراغ یه جهت مثبت بگیریم، مثلا جهت مثبت رو هم که اینجا اینجوری گرفتیم، این جهت مثبت رو هر نیرویی که در راستای این قرمزی بود مثبته، هر نیرویی که در خلاف این بود منفی، این مثبته چون موافقه، این یکی منفیه چون مخالفه، این یکی هم منفیه چون موقع تجزیه بکنی مخالفه. پس بنابراین می‌نویسم P منهای مشترک P نسبت به N این دوم ضرب در بیز، این نیرو مثبت منهای پی به اضافه مشترک پی نسبت به این دی این دوم ضرب در بیز. یه نیرو دیگه هم دارم، اون نیرو هم اگر چنانچه تجزیهش بکنم یه مرحله در راستای این داره که جلسه قبل دیدیمش، دبلیو سینوس دیتا، یه نیرو هم در این راستا داره خلاف علم هست، میشه چی؟ دبلیو کوسینوس دیتا. خود دبلیو چیه؟ دبلیو هم هستش گاما دی اس دی ان، این باز دبلیو کوسینوس زاویه دیتا میشه مساوی با جرم جس رو دی اس دی این ضرب داره ویدو روی دوشی ویدو روی آن.
در مرکز ما خوش مشکل نداری؟ نه منم جهت مثبت رو بالا گرفتم. چجور میفهمم جهت مثبت بالا گرفتم؟ به خاطر این منفی مثبتی که اینجا گذاشتم. این راستا داره این زیاد میشه. خب پی دی اس با منهای پی دی اس کنسل رفت میشه. این میشه منهای پارشل پی به پارشل زن یه دی این دوم دی اس اینجا داریم، یه دونه هم دی این دی اس رو ما برای منفی هم اینجا داریم، جمعشون که بخونیم میشه دی این دی اس. پس این از اینجا تا اینجا حاضر شد همین، اونم این های گاما دی اس دی این برای کسیموس دیگه. خواهش کنم دو شکل بکنیم تتا میده. یادتون باشه که هم بی اس خیلی کوچیکه هم بی ان خیلی کوچیکه. جلسه قبلی میخواستم سینوس تتا رو جایگزین کنم، از اینجا تا اینجا گرفتم چی؟ دی ز. از اینجا تا اینجا رو گرفتم دی اس، گفتم سینوس تتا میشه دی ز به چی؟ یس. امروز که میخوام اثر دی ان رو لحاظ بکنم، میام میگم اگر یه خط افقی اینجا بکشم یه خط افقی اینجا بکشم، این دی ز و اینم دیه، یعنی این زاویه هم باز تتا هست. چرا این زاویه تتا هست؟ چون این خط چنبو برینه، این خط چنبو برینه، پس اینو برینه هم تتا هست. کسینوس تتا همیشه بیزه به دیه این. مساویه با رو دیه اس یه این بی به توان دو روی ها یه استوپی بدم. این معادله تو الان تنها فرضش چیه؟ این میزید بلون، هیچ فرض دیگری نکردم تا اینجا که ایمدم اینجا، چون فقط فرض کردم که نوری برشی نیست. ولی به اون سه تو فرض دیگری چجوری ظاهر میشن اینجا؟ اولا تمامی جملات یه دونه بی ام بی اس داره، میبینید همین داره همین داره همین داره، و من برای که یه مقداری شست و رفتش بکنم، میام به جایی که به دی اس بی ام تقسیم کنم، میام به گاما دی اس بی ام تقسیم میکنم. پس طرفین این راه در بخش برای گاما دی اس بی ام میکنم. یه کار دیگه هم میکنم، همه رو میبرم یه طرف، پس اونو برمی میشود همه که رو برم اون طرف میشود دیه اولی که اینو بنویسمش میشود یک روی گاما مشتق به پی نسبت به این به اضافه دیه زر به دیه این به اضافه وی به توان دو روی آر چی. چطور شد این سومی جوری شد؟ داریم به گاما تقسیم میکنیم، رو بخش بر گاما میشه چی دیگه؟ آر چی؟ چی از اونجا بود؟ حالا نگاه کنید، من یه مقداری هم توضیحات که تفاوت بین کتاب و کلاس هست رو هم میتونم اونجا بیان بکنم. بگم اینجا من به یه جانور توتال مواجه هستم، اینجا به یه جانور پارشال مواجه هستم، اینا دوتای کنار هم نمیتونن به هم بسازن، یا باید اینو تبدیل به این کنم یا باید اینو تبدیل به این بکنم. فرایند تبدیل این به توتال دو تا فرض دیگه هم تو مسئله هم ظاهر میکنه. چجوری؟ برای که اینو توتالش بکنم میگم بی پی، اول خود پی میدان فشار یه تابعی هست این جنرال، هم توش اس هم توش ان هم توش چیه؟ تیه. با دانشی که از
ریاضیات دارم میدونم که این dp هستش مشتق p نسبت به ضرب ds به اضافه مشتق p نسبت به n ضرب dn به اضافه مشتق p نسبت به t ضرب چی بچه ها؟ یک. خب اگر من جریان رو ماندگار بگیرم این چقدره؟ چون جریان ماندگار چه جریانی هست؟ مشتق هر چیزی نسبت به زمان صفر. این صفرش. این جمله هم اگه فرض دیگری بکنم صفره. چه فرض بکنم؟ بگم این معادله فقط در امتداد عمود بر خط جریان صادقه، چون در امتداد عمود بر خط جریان یعنی خط ds چقدره؟ صفر. دو تا فرض دیگه هم هست، یعنی عملاً این همون، این هم همون. اینجا میشه که بینیستم الان با یه رنگ دیگری برای مادلو باید بینیستم اکراس الان، یعنی در امتداد اکراس یعنی عمود. و بعد خوشبختانه میتونم بیجای پارسل پی به پارسل بزنم پی پی به دیگه اجن اجن شدم یک روی گاما بی پی به بی این به اضافه بی زد به بی این به اضافه وی به توان دو روی آر جی مساوی با صفر. خب میتونیم تحویل معادله در یک بی این ضرب کنیم، میشود بی پی به گاما به اضافه دی زد به اضافه وی به توان دو روی آر جی دی این مساوی با صفر. اگر از من بپرسید بگید این معادله که تو اینجا نوشتی چه فرضیاتی داره، میگم سه تا فرض: یک، سیال غیر اصطکاکیه، دو، جریان ماندگاره، سه، این معادله فقط در امتداد عمود بر خط جریان ساده. خب حالا چجوری میتونم از شر این توتال دیفرنشیال خارج بشم؟ شروع میکنم از طرف این چیکار میکنم؟ اینتگرال میگیرم. اگر از چند از طرف این اینتگرال بگیرم باید بنویسم دی پی به گاما به اضافه اینتگرال دی ز به اضافه اینتگرال وی به توان دو روی آر جی دی این. حالا دو تا گزینه برای پیش برد اینتگرال دارم، یا برای اینها حدود بذارم یا حدود ندارم یه ثابت بذارم. فرض چهارم هم اینجا رو خودشون میده. چی؟ من باید تکلیف این گمان رو روشن کنم که ببینم میتونم بیارمش بیرون یا نمیتونم بیارمش بیرون. اگر نتونستم مثل هوا که باید بزنمش، ولی اگر چنانچه مربوط به یه سیار تراکم ناپذیر بود فرض چهار میتونم رو ما رو بیارم بیرون و برم زیر اون معادله چیزم هم بنویسم. بنویسم پی روی گاما به اضافه زد به اضافه اینتگرال وی به توان دو وی آر جی یه این مصابه یه مقدار سال. بعد اگر خواستم اینم کوالیفای کنم بگم این برمود اکویژن هست، این علاقه رو بکنم چی؟ اکراس. برمود اکویژن اکراس دستون. فقط کتاب آقای مانسون این معادله رو داره، هیچ کدوم از کتابی که شما در اختیار دارید این معادله رو نداره. چه حسن این معادله داره؟ من هم به شما دانشجو بودم، من هم به شما کتاب استیتر رفرنس هم بوده، بعد شنچه هم کتاب هیدرولیک رفرنس هم بوده، بعد هم طور اومدم بالا. این معادله دومی که نوشتم بسیاری از مشکلاتی که من با تکلف و تعبد پذیرفته بودم این معادله حل میکنه. و شکم نکنید چه شما که الان تو کلاس هستید، چه اونهایی هم که به صورت ملغوی یا بالفعل بعد این لکچر رو
تو آپارات ملاحظه میکنن حتما از این شما تو امتحان سواله، حتما از این تو امتحان سوال دارید. این سوالی برای که کم قوت قلب بگیرید نسبت به این تحقیق کنم ببینم چی تو میشه. بچه ها اگر چنانچه سیالتون در حال سکون باشه، یعنی بی چقدر باشه؟ صرف باشه، این جمعه چی تو میشه؟ از بین میره پیروی دوم و اضافه زد مثلا یه مقدار ثابت دیفرانسیل بگیرید میشه استاتیک ساتلایت دی پی به دی زد مثلا منای گاما. این نکته ای که گفتم همیشه تو ذهنتون باشه که یه رابطه جدیدی که به دست میارید نباید رابطه قبلی چیکار کنه؟ نقص کنه. این حرف اینجا هم صادره. اینجا مگر سریالتون در حال سکون باشه ویدوجی چقدره؟ صفر. بازم پیروی دوم اضافه زد یه مقدار ثابتی. حالا انشاءالله موقع من نویر استودی کوهشن هم به دست میاریم خواهش کنم دقت بکنید نویر استودی کوهشن تو سه بود بعد از نویر استودی باز به این میرسی بعد از این هم دوباره به ایستای سیالات میرسی بعد یه بحثی هست توی ام دیداکتیو ورسز اینداکتیو اسکول آف دو تو مکتب فکری. یه مکتب فکری میگه اصلاح از بالا به پایین، یه مکتب فکری میگه اصلاح از پایین به بالا. تو مقطع دکترا که درس یه طوری محاسباتی رو ما به دانشگاه میدیم از تاپ آموزشی هیدرولیک رو به باطن میدیم. توی مکانیک سیالات هیدرولیک هیدرولوژی فلان از باطن به تاپ آموزش رو میدیم. بعد اینا دوتا یه جوی همدیگر ملاقات میکنن. تمامی کتاب های مکانیک سیالات هیدرولیک هیدرولوژی دیدگاهشون باطن به تاپه. یه بار یه سوال تو امتحان اینجوری دادیم های بنده چند شاید گفتیم چه کتاب ها دیدگاهشون باطن به تاپه و تاپ تو باطن نیست. الان شما به پاسخ سوال بدیم که چرا کتاب های هیدرولیک مکانیک سیالات آموزش مکانیک سیالات آموزش هیدرولیک از باطن به تاپ نه از تاپ تو باطن. یعنی اگر ما باید پایه شو یاد بگیریم دیگه باید پایه رو بگیریم تو بتونید به هم خاطر تو دکترا میشه بگیریم چون ایشون میدونه لیسانس و قبول لیسانس رو سپری کرده میدونه ولی برای لیسانس نمیتونی بگی میدونه باید شروع کنی از باطن به تاپ بگی ولی برای فوق دکترهایی میتونی از تاپ به باطن بگی که یه دیدگاه جدید هست که مطرح. من میخوام به یک تناقض یعنی یه مسئله حل بکنم به یه تناقض برخورد بکنم و شما بگیم این مسئله که من حل کردم به تناقض برخورد کردم تناقضش چیه؟ ممکن بگی خود مسئله چی هست که میخوای شما تناقض رو مطرح کنید؟ قبلا خوندید یک ظرف داریم تا این تراز تو این ظرف ها به شروع میکنیم این ظرف رو حول محور دورانش میچرخیم یه همچی شکل زد به خودش میگیره. خب ما میخواییم بین دو نقطه یه نقطه اینجا یه نقطه اینجا چون اینم یه فلوفیل دیگه اینم حرکت داره بین این دوتا نقطه این دوتا نقطه هر دوتا چون زدشون یکی یه بار بریم از پیور روتیشن رابطه بین میدان فشار، میدان سرعت، بین نقاط او بی بنویسیم یه بارم بریم از معادله برنولی استفاده کنیم ببینیم اینا تو یه جواب میدن اگه یه جواب دادن که بیان آن رک رک ولی اگر جوابشون دو تا شد something somewhere is fishy یه جای یک مشکل وجود داره. من میخوام شما بگیم مشکل کجاست که اینا یکسان نشده. اول معادله برنولی میگیم چی؟ PA روی گاما به اضافه زد ای به اضافه وی ای به توان دو روی دو جی مساوی با پی بی
گاما به اضافه زد بی به اضافه وی بی به توان دو روی دو جی. این مفهوم معادله برونی. حالا وی وی بی هم ما میدونیم که اگر سرعت زاویه ما ثابت باشه میتونیم وی ای رو با آر ای ضرب در امگا و وی بی رو با آر بی ضرب در امگا جایگزین کنیم. پس بنابراین بعد زده فعلا برای این مسئله من فرض کردم که اینا توی هر دوتاشون زدشون یکی، یعنی میتونم این زده ای و زده بی رو پس کنم. پس بنابراین میشود پی ای به گاما به اضافه آر ای به توان دو امگا به توان دو بخش بر دو جی مساوی با پی بی به گاما به اضافه آر بی به توان دو امگا به توان دو بخش بر دو جی. حالا این دانش جدیده، منطقه نمیدونم اشکالش چیه یا شاید هم میدونیم. میخوام بریم از طریق پیوروتیشن هم رابطه بین میدان فشار و میدان سرعت در نقاط A و B رو به دست بیاریم. ببینیم همین میشه اگه همین شد که کارامو میندازیم هوا، اگه نشد سامتینگ سامورس میشه یا یه مشکلی داریم که اینطور نشده. این تکر کلیفیالی هست من بعدا توضیح دادم باید میکنم. ما رفتیم جلسه قبل به دست آوردیم که پی از فانکشن آف آر و زد چرا تتا توش نبود؟ چون پارشل پی و پارشل تتا صفر میشون لعنه چه تتا توش به کار نرفت. اینو رفتیم به دست آوردیم دیدیم شد یک دوم آر به توان دو امگا به توان دو یه رو همینجا باید بگیریم یک دوم رو آر دو امگا دو. این تانجا که مربوط به آر میشه به زمین های یه این هم گاما ضرب در زد که این هم اصل زد رو میبینه یه مقداری هم ثابت. حالا اگر چنانچه سیستم مختصات اینجا بگیریم سی هم چقدره؟ صفر میشه. سی هم صفر اگر سیستم مختصات اینجا بگیریم. این میدان فشار رو به این اطلاعات مرتبط میکنه. خب من میتونم بنویسم پی نقطه A مساوی هست برم مختصات نقطه A رو بذارم، یعنی باید بذارم یک دوم رو آر نقطه A به توان دو ضرب در امگا دو منهای گاما زد نقطه A. برای نقطه B هم میتونم بنویسم پی نقطه B مساوی با یک دوم رو ضرب در پای آر B به توان دو امگا دو منهای گاما زد B. بعد چون من دنبال یه رابطه بین میدان فشار میدان سرعت هستم بیام یه رابطه از رابطه کم بکنم میشه چی؟ میشود پی A منهای پی B مساوی این منهای میشود یک دوم رو آر A به توان دو امگا دو منهای گاما زد A منهای یک دوم رو آر B به توان دو امگا دو به اضافه گاما زد B که حالا چون زده ای و زده بی هم با هم چه هستن؟ برابرن حس میشن. برم اینها رو مرتب کنم، اونه که هندیس ای دارن یه طرف و اونه که هندیس بی دارن طرف دیگه. من اینکه یک تناسبی هم با اون برقرار کنم یا طرف این رو به یه گاما تقسیم کنم پس میشود پی ای برم زده خودش میستم پی ای تقسیم برای گاما پی ای بخش برای گاما این طرف بیاریم این طرف باید بنویسیم یک دومه یا خط کسری آر ای به توان دو امگا به توان دو بخش بر دو جی مساوی با پی بی
به گما منهای آروی به توان دو اومگا به توان دو بخشی بره دو جی. خواهی رابطه رو اون رابطه مقایسه کنیم، این رابطه رو با این رابطه مقایسه کنیم. چرا؟ رو بخش برای گما میشه چی؟ این رابطه که اون نشد علامت ها فرق بکنه. مشکل کجاست؟ The most used and the most abused equation in fluid mechanics. از معادله بردونی میری این رابطه رو بینی میدان فشار میدان سرعت به دست میاری، از پیور روتیشن میری این رابطه رو به دست میاری. پاسخ مسئله تو این هست که این شرط رعایت نشده. مسیر جریان نقطه A دایره میشه آره A هست، مسیر ذره ای که در نقطه B هست یه دایره میشه آره B هست و این ها روی خط جریان قرار ندارن. چرا قرار ندارن؟ آره که اینجوری داره میچرده دیگه. مسیر جریان A میشه دایره میشه آره A، مسیر جریان B میشه دایره، یعنی در واقع دو تا دایره مختلف هم و شما دارید نادره بروری دو تا دایره دو تا خط جریان میبینید. موقع معادله بروری رو به دو تا خط جریان میبینید یا شما داری از مادر بینوری سوء استفاده میکنی، نه استفاده درست میکنی. مخصوصا این مثال بهتون کمک میکنه که یک شعنیتی برای این قائل باشید که هر جایی نمیتونید، یک جایی خاصی میتونید این کار بکنید که بهش برسیدی میگی. The most used and the most misused equation in fluid mechanics. این دو تا معادله خیلی به ما کمک میکنن. من خدمتتون گفتم وای مهندسم بارها تو درس ریاضیات و فندلمنت هم براش گفتیم، رفتیم سر جلسه کلاس تغییر سوراخ کردیم یا دیوارش سوراخ کردیم، گفتیم مدت زمانی که طول میکشه که آب داخل این ظرف تخلیه بشه یه یواش یواش هم سختش کردیم. چجوری سختش کردیم؟ لطفا نگاه کنید چی سختش کردیم. اول گفتیم دیواره قائمه و آبی هم وارد نمیشه، فقط آب توش تخلیه میشه. مرحله بعد گفتیم دیواره قائمه ولی ما هم میریزیم توش، ولی ریتی که آب میریزیم توش ثابته، زمان تخلیه چقدر میشه. مرحله بعد گفتیم و هنوز دیواره قائمه ولی آبی که داخلش وارد میشه با زمان تغییر میکنه. مرحله آخر گفتیم هم دیواره عجب بجبه شده سد دروزن، هم آبی که واردش میشه با زمان تغییر میکنه، هم آبی که ازش خارج میشه با زمان تغییر میکنه، مدت زمان تغییر جبه. همه اینها شروعش به معادله بیرونی. البته یه سری ساله دیگر هم پرسیدیم که بیشتر آن منده سلان درگیرش هست و من از چقدر وقت صرف کردی که سال فاقت پاسخ تو پروپوزال پیدا کنی؟ زمان زیادی میبره که یه سوال فاقد پاسخ پیدا بکنن که موقع میان سر جلسه اساتید دیگه نگن آقا این تکراریه این قبلا شده. البته خیلی چالش هم داشت جلسه دفاع. توی این 8 جلسه ای که ما این مسئله داریم حل میکنیم یک فرهنگ تولید فرضیه، فرهنگ تولید سوال فاقد پاسخ. مثلا این چند تا سوالش من اینجا میگم چون همه رو میتونید تجسم ازش داشته باشید. بچه اگر من به جای عرق یا نفت یا آب عسل بریزم، عسل با آب در یک گلاس باشه، ظرف هم یکی باشه، زمان تخلیه یکی. اصلا خیلی چی فرق میکنه. اگر آب بریزم یه بار آب 20 درجه بریزم، یه بار 50 درجه بریزم، زمان تخلیه یکیه؟ حتی اول بگیم نمیدونیم آب 20 درجه و 50 درجه هم بگیم نمیدونیم. البته 50 درجه باید یکیه مایات لذت با افزایش دما
تغییر میکنه. نه کاهش داره. بس دیگه داره. اگر چند گاز باشه با افزارش تو مایعات داره کاهش میکنه و سرعتش بیشتر میشه. کاهش میکنه چیز نمیخواد از برکنتا. یعنی همه اینا چون رشته تون ایجاب میکنه که اینا رو بدونیم بچه ها چه موقع میخوان قیر رو تخلیه بکنن میان گرمش میکنن. گرمش که میکنن یعنی لذت رو کاهش میدن که بعد بتونن تخلیهش بکنن ایزوگام رو بایش انجام میدن. حفظی نیست این بنده خدا. شما شاید شما هم دیدی باشید این فایلی که برسدن فایل فیمن ریچارد فیمن خوندی نیش دیگه دو هنبور که دو تونبور سه هست؟ تونبور که دو بود دو هست ریچارد فیمن هر سر کلاس سوال میپرسید بمسون یا بکنم یا فام دایر جا چرا؟ حفظ کرد همش من خواستم معلم بشنم من یه جور گفتم من نیستم قطعا میدونه مشکل دهه شصت برزی مشکل الان ما هست الان حفظ میکنم متاسف اصلا محلی از اعلام نداره من یه توصیه که بهشون دارم البته این توصیه که دارم بدین معنا نیست که اون طرف ها برآمدین فاضل هستا اصلا هم چیز ذهنیت نداشته باشتا اینجا ما یه سری هستن یه سری هیب داریم اونجا هم یه سری هستن یه سری هیب داریم ولی حتما بهتون توصیه میکنم از شیش ماه از عمرتون هم شده برید اون برا روزانه آقای مهندس تفاوت رو احساس میکنم درست موقعی که من دهه نود اونجا بودم این سیستم اینترنت اومده بود ولی که بدونید چه وضعیتی ما داشتیم دانشگاه شیراز فقط یه آدرس ایمیل داشت اونم دیالی بود که میخواستن فوت پدرم رو من تسلیت بگن میخواستن از طرف این ایمیل چیز بکنن هم تو وسطش قطع میشد وصف میشد فلان میشد ولی الان هر فردی تو دانشگاه شیراز سه تا ایمیل داره بس دیگه داره که از کجا بخواد از ایمیل باشه یا او باشه وایمیل باشه هر که میتونه اکادمیک باشه میتونه چیز کنه درست تو بازی که من آمریکای شمالی کانادا بودم فرصتی بود که تفاوت رو روزانه میدیدی اول گوفر که شما میلینگ لیست های بود نیوز گروپ های بود که باید با اونها شروع کردی ارتباط برقرار میکردی بعد خیلی سخت دانشگاه ها وبسایت داشتن خود ما که میخواستیم پذیرش بگیریم باید یه نامه میفرستیم نامه میرفت سه ماه تو بکشید و برمیگشت امروز شما ایمیل میزنید فردا جوابتون میدن حتما توصیه میکنم بریم ببینیم حتما توصیه میکنم با این تفاوت آشکار بشید و حسرتتون هم بگیره و بعد هم پشتوانه این حسرت به یقین تبدیلش بکنیم اصلا جای حفظ کردن نیست برای هر مطلبی که به وجود میاد براتون آنن یک بروز ظهور فیزیکی براش ترسیم بکنید و بعد با این بروز ظهور فیزیکی شروع کنید بهش عمل کنید چون مهندسی چیزی جز عمل نیست الان ایشون که درگیر پیه مستر شده مطمئن هستم که نگاهش به مرحله بجورش متفاوت از نگاهی که مرحله آموزش داشت جلسه که چلنجش میکردن مجبور بود زیاد فسفر مصرف کنه چقدر فسفر مصرف کردی از جلسه؟ خیلی یعنی سالوی عملی ازش میکردن و ایشون هم برای بار اول بای سالوی عملی مواجه میشون و خیلی هم خوب برخورد کرده یکی از ویژگی هایی که خوب برخورد کرد چون آقای مهندس جان پناهی یاد گرفته که زندگی فقط درس نیست منم به شما توصیه میکنم فقط درس نبینیدش زندگی ورزش هست زندگی کونه وردی هست زندگی درنه وردی هست انواع و احسان و ورزش ها رو میکنید ایشون میدونم که فرزند ما روزم خود شما بودید گفتید رفتم تو اینستاگرامشون ببینم رفتی نیویورکی کار کرده اینا فرقین این مالتی دایمنشنال تربیت بشی این آنه راه من سجادی میگه نه کم میشه نه زیاد میشه نه فلان میشه
آدم تو ذهنش بیاره اگه بری گرم بکنی چطور میشه؟ اگه عسل گرم بکنی چطور میشه؟ عسل رو اگر تو آب سرد بریزی حل نمیشه، ولی همین عسل رو تو آب گرم بریزی آدم شیرینش میکنه. اون دلمه عسلی که انداختی تو آب سرد هم تو میمونه توش، ولی همین دلمه آب دلمه عسل رو بندازیش توی آب جوش آنم قاطی میشه، هیچ بیداش نیست. گرفتیم ارتباطات جوری. خب من یه مطلب دیگه دارم خدمتتون میگم و همگی رو به خدا رسوایی میکنم. فکر کنم امروز یه کمی هم البته یازونیم شروع کردیم، عملا همین الان متوقفش کنیم همینجا. انواع فلو کلاسیفیکیشن و فلو کلاسیفیکیشن رو بذاریم انشاءالله برای روز شنبه. از حوصله همگی سپاسگزار هستم.